خب سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز میخوام یه موضوعی رو توضیح بدم که یک گریزی بهش توی لایو استراتژی خرید قلم ها زدم و اونم اینه که جواب به این سواله: آیا خرید خودنویس سرمایه گذاری محسوب میشه؟ بشه ذره فکر کنید، آیا خریدن خودنویس سرمایه گذاریه؟ وقتی میخواییم به این سوال جواب بدیم، باید قبلش یه چند تا سوال رو با هم دیگه مرور بکنیم. اصولا سرمایه گذاری یعنی چی؟ و سرمایه گذاری چطور کمک میکنه که ما ارزش، در واقع ارزش آفرینی بکنیم؟ ببینید، برای جواب دادن به این سوال باید بگیم که سرمایه گذاری یعنی این که شما بتونید با استفاده از یه جریان نقدینگی یا کاری که انجام میدین یا هر چیزی بتونید پول خلق کنید. وقتی میگیم پول خلق کنید، یعنی این که ارزش یک چیزی رو از A به B برسونید که B بالاتر از A باشه. خب از این زاویه نگاه میکنید، میگید من این، مثلا فرض بکنید که این خودنویس مونتبلانک 146 رو مثلا فرض بکنید که 5 سال پیش میتونستم بخرم، مثلا چه بدونم 7 میلیون تومان، الان مثلا قیمتش هست 25 میلیون تومان. پس من با خلق پول انجام دادم و خلق پول انجام دادم و از این بابت سرمایه گذاری کردم و سرمایه گذاریم هم موفقیت آمیز بود. این جواب گرچه که به نظر درست میرسه، ولی در واقع جواب درستی نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خطکش ما خطکش ثابتی نیست. چرا خطکش ثابتی نیست؟ 25 میلیون تومان الان از 5 میلیون تومان، 7 میلیون تومان 5 سال پیش بیشتره یا کمتره؟ ممکنه در یک جواب بگید که یعنی چی بیشتر یا کمتر؟ پول رایج بالاخره بیشتره دیگه. ولی موضوع این نیست. موضوع اینه که ببینید، ارزش پول، خصوصا ارزش پول ایران، حالا ارزش پول بقیه کشورها هم تا حد زیادی این شکلی هستا، ولی ارزش پول ایران حالا به دلیلی که میدونیم حتما خیلی متفاوته و شاید با سرعت بیشتری داره کاهش ارزش پیدا میکنه. ارزش پول ایران ثابت نبوده در طول این سالیان و برای اینکه شما ارزش پول رو بسنجید، مجبورید اون رو با شاخصهایی که ثابت تلقی میشن در اقتصادها محک بزنید و بسنجید. مثل چی؟ مثل دلار، مثل طلا، چیزهایی مثل این که ارزششون در طول سالیان گرچه که حتما بالا و پایین رفتن خودش رو داره، ولی در یک روند زمانی بلند میتونید اونها رو تا حدی ثابت فرضشون بکنید. یکی از شاخصهای خوب برای سنجش چیزها تا حالا، شاید مثلا یکی دو سال پیش، الان یکی متفاوته، دلار بوده. خب شما این خودنویس رو مثلا اگر 7 سال پیش میخریدید قیمتش چند بود بر حسب دلار؟ مثلا فرض بکنید اون موقع بود 600 دلار مثلا. الان اگر بخواید بخرید چند دلاره؟ الان اگر بخواید بخریدش دوباره 600 دلاره. خب آیا سرمایه گذاری کردین؟ میگم نه، شما سرمایه گذاری نکردید، به این دلیل که وقتی بر اساس یک شاخص درست، در واقع بسنجیم، بر اساس یک شاخص ثابت بسنجیم، شما خلق پولی نکردید. اگر 600 دلار شما میشد مثلا 700 دلار میگفتیم آره، شما اینجا خلق پول کردید. حالا یه نکته هم، یه نکته دیگه که وجود داره اینه که چه مدتی باید یه چیزی رو نگه دارید تا تازه این اتفاق بیفته که اون ارزش خلق بشه. فرض کنیم مثلا این خودنویس رو من قیمتش در بازار مثلا 500 دلاره و من موفق شدم به یه شکلی این رو بخرمش مثلا 400 دلار.
خب 3 سال بعدم حالا مثلا شرکت آرورا قیمتاشو برده بالا و این شده 550 دلار. پس من از 400 دلار رسیدم به 550 دلار دیگه. اینجا میتونم به خودم بگم که خلق ارزش کردم، خلق پول کردم. یه پولی ایجاد شده این وسط. من 150 دلار تولید کردم، انگار 150 دلار در آوردم. خب تا اینجا فرضمون اینه که اوکی، شما این کار رو هم انجام دادین و این اتفاق هم افتاد. حالا اولا اینکه چه مدت طول کشیده این اتفاق بیفته؟ آیا این اتفاق 6 ماه افتاده؟ قاعدتا در 6 ماه همچین اتفاقی نمیفته برای یه قلم. ممکنه مثلا 3 سال، 4 سال، 5 سال مونده تا این اتفاق بیفته. اگر من 5 سال سرمایه مثلا 400 دلاری خودم رو یه جای خوابوندم و تهش بعد 5 سال 150 دلار به من سود داده، آیا سود کردم یا ضرر دادم؟ یعنی من سالی انگار مثلا 30 دلار سود کردم، سالی 30 دلار با سرمایه اولیه 400 دلار، یا به عبارتی میشه چقدر؟ میشه یه چیزی شاید کمتر از 8 یا 9%. خب سود بانکی بیشتر نبود؟ آیا همون رو اگر مثلا توی یک حساب ارزی میذاشتی بهش به همون مثلا 6-7% سود نمیداد؟ آیا اگر همون رو یک کار دیگه ای میکردیم بیشتر نمیشد ارزشش؟ احتمالا میشد، احتمالا خیلی 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 راحت تر میتونستیم ازش پول در بیاریم. ببینید یه اتفاقی که میفته اینه که شما بیشتر کالاها، این شامل خودنویس نمیشه، شما لامپ خونه هم که برید عوض بکنید قیمتش در طول زمان تغییر میکنه. آیا خریدن لامپ سرمایه گذاریه؟ نه. شما وقتی یه چیزی رو میگید سرمایه گذاری که قیمتش و ارزشش رو با شاخصهای سرمایه که بسنجید بتونید بگید که از اون شاخص ها بالاتره یا مشابهشون عمل میکنه، مثل چی؟ مثل بورس، مثل طلا، مثل ارز، مثل چیزهای شبیه این. حالا الان مثلا توی چند سال گذشته شاید کریپتوکارنسی ها هم به این جمعیت اضافه شدن و هر سال یه شاخص مشخصی رو عنوان میکنن که میگن مثلا اگر شما روی ارز سرمایه گذاری میکردین به صورت میانگین مثلا فرض کن 40% میتونستین در واقع درآمد کسب بکنید. اگر روی بازار بورس سرمایه گذاری کردید مثلا توی امسال میتونستید چه میدونم 35% گین داشته باشید مثال. اما روی خودنویس سرمایه گذاری کردید چند درصد میتونستید گین داشته باشید؟ این خیلی خیلی در واقع موضوع راحتی نیست و خیلی حتی پیچیده است. حالا میخوام به این معادله 2 تا چیز دیگه هم اضافه بکنم و بعد چیزی که تو ذهنم هست رو بگم. ببینید یه نکته که وجود داره اینه که فرض کنیم ارزش این خودنویسه 450 دلاره شده 550 دلار. یه نکته که وجود داره اینه که آیا این سرمایه من الان توی بازار هم 550 دلار خریده میشه؟ میدونید، شنیدید اینو حتما توی بازارهای مختلف، یه سری چیزا رو مثل پول نقد تلقی میکنن. من وقتی این مثلا ماشین محترم پراید رو دارم، این ماشین صرف نظر از تمام جنبه های مزخرفی که هممون میدونیم که داره، یه ویژگی شاید مثبتی هم داره و اونم اینه که مشابه پول نقده. چرا؟ به خاطر اینکه پراید به خاطر ارزون بودنش توی بازار خودروها، نه ارزون بودن واقعیش، خیلی خیلی راحت و سریع خرید و فروش میشه، خیلی راحت جابجا میشه و خیلی راحت فروخته میشه، به همون نسبت خیلی راحت هم خریده میشه. طلا به همین شکل با یه کم کردن کارمزد
و اینها خیلی راحت، طلا، سکه، نمیدونم موضوعات این شکلی خیلی خیلی راحت خرید و فروش میشه، یا در واقع میشه گفت که در واقع نقد شوندگی بالایی داره. اما آیا خودنویس این شکلیه؟ نه، اصلا این شکلی نیست. شما یه دونه خودنویس 550 دلاری رو بخواید اینجا بفروشید، امروز تصمیم به فروشش بگیرید، ممکنه 2 ماه بعد بتونید بفروشیدش. تازه آیا میتونید 550 دلار بفروشیدش یا نه؟ خیلی 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 بستگی داره. یه اتفاق جالبی که اینجا میفته اینه که الان دیگه همه هم دسترسی به اینترنت دارند و اینها، خیلی راحت مثلا به هر کسی هر مثلا خودنویسی رو برای خرید یا فروش پیشنهاد میکنی بلافاصله تو گوگل میزنن و یه قیمتی هم در میارن که قیمت این اینقدر. مثلا یه نکته که وجود داره اینه که فرض کنید این خودنویس، حالا مثلا فرض بکنید این کاستوم 823 که تو ایران وارد نمیشه، این کاستوم 823 شفافه، من این خودنویس رو مستقیم از ژاپن خریدم، دلیلش هم اینه که این خودنویس به جز ژاپن هیچ جای دیگه فروخته نمیشه، این خودنویس به صورت استاندارد قیمتش یه چیزی نزدیک به 400 دلاره. خب اما برای من چقدر هزینه برداشته خریدن این خودنویس و چقدر هزینه برمیداره خریدن این خودنویس؟ خب من برای خریدن این خودنویس یک هزینه مستقیم خرید پرداختم، یک مالیات برای ارسالش به در واقع کشور مقصدی که دوست من بتونه اینو بگیره پرداختم، یک هزینه حمل از ژاپن به اون کشور رو پرداختم، یک هزینه انتقال ارز حواله‌ای پرداختم و یک هزینه ارسالش به ایران رو پرداختم. یعنی این خودنویس برای من شاید بالای 500 دلار بلکه بیشتر در اومده خریدن این خودنویس خاص. حالا اون موقعی که من خریدمش می‌سرزید شاید با این قیمته، الان هیچ وقت این کار نمی‌کرد. ولی پس نکته مهم اینه که ببینید خریدن یه سری از این خودنویس ها هزینه‌اش اون هزینه‌ای که شما میزنید تو اینترنت سرچ میکنید نیست. خب من اگه بخوام این خودنویس رو بفروشم، من این خودنویسی که برای خودم بالای 500 دلار در اومده بخوام بفروشمش، چند بدهت بفروشمش؟ وقتی اینو به کسی پیشنهاد بکنی میزنه تو اینترنت میگه آقا این قیمتش 400 دلاره، تو چرا گذاشتی 500 دلار مثلا؟ خب اگر من اینو 400 دلار بفروشم که ضرر کردم، که اگه 500 دلارم بفروشم که اون ارزش زمانی که گذاشتم تا رسیده اینجا پس چی میشه؟ پس میبینین چه اتفاقی میفته. اینجوریه که اون پوله یه جاهایی و اون سرمایه یه جاهایی روی بعضی از این خودنویس ها حتی ممکنه قفل بشه. از طرف دیگه خریدار متوجه میشه که باید هزینه بالاتری بپردازه و خب خیلی هم ممکنه علاقمند نباشه، لزوما اینقدی که من پایلوتو دوست داشتم و این هزینه اضافه تره رو پرداختم، مشتری جاری عام بازار خودنویس که نمیخواد همچین کاری بکنه، که همه ما دوست داریم بریم یه چیزی رو بخریم که به قول معروف به صورت پیش‌فرض میگم، به صورت پیش‌فرض هممون دنبال این هستیم که چیزی رو بخریم که قیمتش 500 دلار یه نفر داره 300 دلار میفروشه، چون بهمون حس میده که ما داریم سود میکنیم، اونم اشتباهه. حالا واردش نمیشه. خب حالا میخوام برگردم همه اینا رو بذارم کنار هم دیگه، بهتون میگم که از نظر من خریدن خودنویس به صورت کلی سرمایه گذاری خوبی نیست. به صورت کلی ممکنه یه نفر 4 تا خودنویس هم از یه جای خاصی بتونه پیدا بکنه و وارد بکنه و بفروشه و حتما سودم بکنه، کاری ندارم، ولی به صورت کلی خریدن خودنویس یک سرمایه گذاری محسوب نمیشه. شما اگر بخواید یه خودنویسی رو برای سرمایه گذاری بخرید، باید یک سری خودنویس های خاص رو برید بخرید، مثلا فرض بکن چیزی مثل رایترز ادیشن های مثلا مونت بلانک، لیمیتد ادیشن های مونت بلانک که قیمت های فضایی بالای چند هزار دلار دارن بخرید. 1. 2. نباید جوهر بزنید و بنویسیدشون. 3. باید سالیان سال نگهشون دارید. 4. باید امیدوار باشید که وقتی میخواید بفروشیدشون ارزششون رفته باشه بالاتر و شما بتونید بفروشیدشون و میتونی یک قمار تمام عیار باشه با این هزینه ها و قیمت هایی که داری میگه. پس
در مجموع شما با چیزی طرفید که یک، وقتی ازش استفاده میکنید اتوماتیک یه بخشی از ارزشش کم میشه. دو، نقد شوندگی پایینی داره. سه، لزوماً سود بالایی نداره. چهار، ممکنه مجبور شید هزینه های بیشتری بپردازید تا اون رو بخرید. و پنج، وقتی مقایسهش بکنید با بازارهای دیگه سرمایه، اون قابلیت ها رو بهتون نمیده. به صورت کلی از نظر من خریدن خودنویس با شکل سرمایه گذاری و با هدف سرمایه گذاری کار اشتباهیه. اینو میگم ولی کنارش این رو هم میگم، اما اگر خودنویس های خوبی رو به قیمت های مناسبی بگیرید، ازشون استفاده بکنید، خوب نگهشون دارید، نه با ذهنیت سرمایه گذاری که با ذهنیت کاهش پیدا نکردن ارزش پولتون، که بتونید بعداً حالا استفاده کردید خیلی تمیز و مرتب نگهش داشتید و بعداً هم بتونید مثلا فرض بکنید بفروشیدش و خودنویس های دیگه ای که مد نظرتون رو تهیه بکنید، این میتونه اپروچ خوبی باشه. ولی در مجموع خرید خودنویس یک سرمایه گذاری خوب به نظر من نیست. حتما تو کامنت ها برام بنویسید که شما چی فکر میکنید، نظر شما چیه، شما چه جوری فکر میکنید، به نظرتون توضیح من منطقی بود یا شما توضیح دیگه ای دارید و موضوعاتی که گفتم به نظر شما چقدر درسته. خب تا ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.